بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و والسلام علی رسول الله بینندگان عزیز و محترم خدمت همه شما عرض ادب و سلام دارم با برنامه تفسیر آسان تفسیر سوره مبارکه البقره هستیم در آیات هم و هم در این ابتدای آیه خداوند مثالی زدن در مورد منافقین بعد از اینکه منافقین و معرفی فرمودند در این سوره فرمودند که مسئله ادعا می کنند دروغ میگویند و می میگوین که ما مؤمن هستیم و بعد خود را مصلح معرفی می کنند و بعد هم خود را عاقل و دانا معرفی می کنند و در مقابل مخالفین خود را نادان و مفسد معرفی می کردند خداوند حالا در مورد این گروه از منافقان این منافقان رو برای ما مثالی زدن دو مثال زدن مثال اول مثال کسی بود که در بیابان تاریکی آتشی روشن کرده اطرافش رو روشن شده بعد یه گروهی که حالا مسافر بودن در تاریکی بودن میان از این نور و این آتش استفاده کنند وقتی که این آتش روشن میشود خداوند فرمده که ذهب الله به نوره هم. خداوند نور آنها را از بین میبرد، نور منافقین نه فرمودند که نور و روشنایی اون کسی که آتش را برافروخته فروخته بود بلکه اون کسانی که اومده بودند از این نور استفاده کنند، از این آتش استفاده کنند خداوند فرمود که نور آنها را برداشت و آنها را در تاریکی رهاشون کرد که سرگردان تر می شود. خب تا اینجا رسیدیم که فرمودند و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون و آنها را رها میکنه در تاریکی هایی که نمی بینن. خب منظور از این قسمت از آیه چیه و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون واضح ساختن آشکارتر کردن وضعیتی که منافقین در اون بودند یعنی بعد از اینکه ایمان آوردند و در ظاهر و بعد از ایمان خودشون بازگشتند بازگشت از ایمان به کفر انسانو بیشتر در تاریکی میبرد در تاریکی ها و دیگه هیچی نمیبینه تاریکی هایی که به قول خودم میگن تاریکی مطلقه هیچی نمیبینه و همچنین میخواد وقتی فرمان و ترکم فی ظلمات لا یبصرون میخواد اینو بگه که آنها دیگه به سوی روشنایی بر نمیگردن در تاریکی هستن دیگه منفظی ندارن راهی ندارن راه بازگشتی برای خودشون نگذاشتن مؤم... کافر بودن مؤمن شدن در ظاهر و بعد بار دیگر برگشتن به کفر تاریکیشون بیشتر شد تاریکی که دیگه الان دارا هیچی نمی خب تاریکی قبلا در کفر بود امید این بود اما الان در تاریکی نفاق هستن دیگه این تار... تاریکی نفاق مثل که تمام دریچه ها رو روی خودشون بستند هیچ منفذی نیست نور به ها نمیاد دیگه در تاریکی هستند تاریکی هیچی نمیبنند و زیباست که فرمودن و ترک هم یعنی این دلالت بر تحقیر منافق میده به حال خودشون رها کرد ترکهم و ترک هم فی ظلمات اونها رو به حال خودشون رها میکنه و خداوند براشون ارزش دیگه قائل نیست کسانی که بخواهند متردد و سرگردان باشند در بین ایمان و کفر ایمان و به عنوان ابزاری از ایمان استفاده کنند اما در حقیقت کافر باشند حالا چرا در اینجا لفظ ظلمات اومد فرمودند که با ترکهم فی ظلمات میخواد بگه که تاریکی هایی که در اون هستند خیلی شدید هست اون تاریکی که در اون هستند شدید هست و انباشته شده انواع تاریکی است متراکم شده این تاریکی ها و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون پس جمع اومدن جمعش همطور که اومده بیانگر شدت تاریکی و انواع اون هست این تاریکی ها چیه؟ خب یکی تاریکی شب هست هنگام شب صحبت از استوقد نارا این آتش در شب برافروخته که تاریک هست خب حالا خدا می که اونها رو در تاریکی ها رها میکنه این تاریکی ها اولا که گفتیم جمعش به خاطر اینکه شدت تاریکی میخواد بیان کنه و انواع تاریکی ها انواع تاریکی ها یکی تاریکی شب هست دو تاریکی هوایی که هوا ابریست هوا خیلی ابریست وقتی که هوا ابریست شما میدونید دیدید که هوا خیلی تاریک میشه حتی در روز و هوا تاریک میشه چه برسه به شب سوم تاریکی که پس از از دست دادن نور و روشنایی انسان از دست میده وقتی شما در یک بیابان هستید که خیلی تاریکه آتشی روشن میکنید این آتش که خاموش میکنید انسان دیدش بسیار ضعیفتر میشه بسیار کمتر میشه تاریکی شدت پیدا میکنه پس الان تاریکی هایی است که خدا که ما منافقین را در تاریکی های رها کردیم همون گونه که کسی در سهراز وقتی نورش خاموش میشه الان در تاریکی های قرار میگیره منافق هم الان در تاریکی هایی این تاریک ها مشخص است که چیه این تاریک الان وجه تشابه ظلمات نفاق با ظلماتی که محسوس هست در هنگام شب و هوای بارانی و زمانی که نور خاموش میشه نکنید نفاق و منافقین دارای ظلمت هایی هستند همطور که در قبل از این که این مسال و ذکر بفرمایند خداوند فرمودن که دروغ میگویند خود را مصلح معرفی میکنند و ادعا میکنند مؤمن هستند و دیگران صفیح و نادان هستند دیگران را متهم به نادانی و حماقت میکنند این ظلمت هایی که در آن زندگی میکنند ظلمت نفاق مثل چی مثل کفر در اصل که کفر رو پنهان کرده خود کفر یک تاریکی است بعد کاری که مرتکب فریبی که مرتکب میشن دروغی که میگوین اینها وارد تاریکی هایی است که بر روی اون بیماری نفاقشون و کفرشون انباشه میشه و تاریکی مسخره کردن از دیگران از مؤمنان به خصوص و تاریکی بعدی پیامدهای نفاق هست که پیامدهای زیادی بر روی شخصیتشون زندگی اجتماعیشون زندگی حالا اقتصادیشون زندگی سیاسیشون زندگی دینیشون همه اینها به وجود میاره پس نفاق خودش ظلمات هست و شخصیت انسانو از بین میبره و ناچار هست همیشه دروغ بگه فریبکاری کند با دیگران بخواد مدارا کنه کلا سر دیگران بذاره استهزا کند حتی وقتی در بین خودشون هستند نتایج دیگری که داره پس این از وجه تشابه بین نفاق و تاریکی بود لا یبصرون خب تاریکی معمولا وقتی که در تاریکی است نمیبینه درسته حالا چرا خداوند در اینجا فرمود که و ترک فی ظلمات لا یبصرون اونها را در تاریکی های رها میکنه نمیبینن خب انسان در تاریکی نمیبینه لا یبصرون در اینجا برای تأکید اومده بر معنای فی ظلمات اینقدر تاریکی هست تاریکی زیاده که میگه هیچ نمیبینه دیگه پس تأکید میکنه بر قضیه تاریک بودن شدت تاریکی و همچنین دلالت میده بر شدت ظلمت تاریکی تأکید میکنه بر ظلمات از نظر معنا و دلالت بر شدت ظلمات و تاریکی هایست آیه بعدی آلده قبل از این تشبیه تمثیلی که اینجا شده برای تشبیه وضعیت منافقان هست داره به تصویر میکشینه تردد و سرگردانی اونها در اینکه ایمان رو آشکار میکنن و کفر رو پنهان میکنن چگونه متردد هستند؟ و این ترددشون اونها را در تاریکی های قرار داده پس همیشه بیماری شبه یک تاریکی است که هنگامی که شبهه رخ میده برای انسان تاریک هست و درست نمیتونه انسان بفهمد بر خلاف زمانی که انسان عقیده واضح و روشنی داره و علا صراط مستقیم هست همیشه علا نور من است و همه چیز واضح و خوب میبیند اما زمانی که قلب بیمار هست دچار شبهه شده خوب نمیبینه تاریک هست جلو چشمش میبینه کسی که جلو چشمش یک پرده است تاریکی است نمیبینه چشمش ضعیف شده هیچ چیزی نمیبینه تشخیص نمیده یه چیزای هم ببینه تشخیص نمیده یک و دو را از هم تشخیص نمیتونه بده انسان را از 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 ماشین از از حیوان نمیتونه تشخیص بده چاه را از چاله نمیتونه تشخیص بده کسی که دوچار شبه میشه این گونه هست وجه شباهتش میگه که چیه؟ یکی یک امری که سودمند هست ظاهر میشه خب آتش روشن شد نور داره حرارت داره و روشنایی داره مردم میتونن از اون استفاده کنن اما قبل از اینکه ازش بهری ببره خاموش میشه فلما ابا اما حولهم ذهب الله بنورهم قبل از اینکه از اون استفاده ای کنند، بخوان از این دین، از ثمرات ایمان استفاده ای کنند، خب چون درختی نبوده، درخت خشک شده، دیگه سمری نمیده. اینجاست که سودی و نفعی از این ایمان آوردن ظاهریشون و ادعای ایمان نصیب اونها، نخواهد شد همون گونه که کسی که در صحرای آتش برافروخته شده اینا میان استفاده بکنن آتش خاموش میشه هیچ استفاده نمیبرن سرگردانیشون بیشتر میشه تاریکیشون بیشتر میشه امکان داره توی چاچوله هم بیفتن آیه 18 خداوند میفرمایند که سمون بکمون عمیون فهم لایرجعون آنان همچون کران ولالان و لالان و کورانند و به سوی حق و حقیقت راه بازگشت ندارند فرمان که سمون من بکمون عمیون کر لال کور و بعد فرمان که فهم لایرجون دیگه برم نمی گردن. خب چه کسی برمی گردد؟ کسی که بایستی حق رو ببینه ببینه چیز رو ببینه چاه رو ببینه که آقا این, این چاه هست راه نیست برگرده و خب وقتی که چشم نداره وقتی که کسی هم چشم نداشته باشه که صداش بزنه که برگرد که جلو چاه هست خب نمیشنبه زبان هم نداره که تقاضای کمک از مردم کنه بگه که ای یوحناس من کجا دارم میرم به همین راه گمراهی خودش داره ادامه میده تا اینکه سقوط کنه دیگه فهم لا یرجعون بر نمیگردن خب به کلماتی که در این آیه اومده دقت کنین کلمه سمون میگه که خبری است برای مبتدایی که حذف شده مبتدا چیه این جمله جمله خبری است احتیاج به مبتدا داره اصل اون هم چیه میگه که هم سمون یعنی منافقین سم هستند و بکم هستند و عم سم چیه؟ جمع اسم هست به چه کسی در عربی اسم گفته میشه؟ کسی که نمیشنود کر هست اصلا نمیشنوه اینو بهش میگن اسم بکم و اینجا منظور از سم هم من آوردن اینه که از شنیدن حق کر هستن مناش این نیست که او منافقین نمیشنوند خداوند اونها را تشبیه کرده به کسانی که کر هستن اسم هستند. تشبیهشون کرده همون گونه که کسی که اسم هست کر هست هیچی نمیشنود خداوند میفرماند که منافقین هم هیچی نمیشنوند همه گونه کفار حالا بحث منافقین در اینجاست در آیات دیگه خداوند در مورد کفار هم صحبت فرمودن که کفار چه صفتی دارن که و آذان الله لا يسمعون بها آزانی دارن گوشا دارن که ما نمیشنوند در مورد منافقین میگن که اینها عصم هستند کر هستند پس تشبیه شده به کسی که اصلاً قدرت شنیدن نداره سمون بکمون بکم بوكم چیه؟ جمع ابکم هست بکم جمع ابکم هست ابکم کسی که لال هست نمیتونه صحبت کنه اصلا نمیتونه صحبت کنه مادر زادی یکی صحبت نمیتونه بکنه و منظور از بکم که خداوند در مورد منافقین فرمودن و صفات اونها اینه که هیچ وقت حق نمیگویند و برعکس باطل میگوین پس اینجا تشبیه شدن به چون منافقین سخن حق و نمیگویند و در مقابل همیشه باطل میگویند و دروغ میگویند فریبکاری میکنند خداوند اونها را تشبیه کرده به کسی که اصلا قدرت حرف زدن رو نداره حرف میزنند دروغ میگویند فریب میدن تظاهر میکنند میان در جمع مسلمان ها حضور پیدا میکنن میگن که ما مسلمانیم در نماز امکان داره شرکت کنن امکان داره انفاق هم بکنن همون که در آیات دیگه هست اما خداوند فرمود که اینها بکم هستند پس انسان اگر از زبانش برای خیر استفاده نکنه بکم هست لال هست عمیون جمع چیه؟ جمع اعماست عمیون جمع اعماست به معنای نابینا خب اینا که چشم دارند میبینند اما منظور از عمی اونها چی از نابینایی اونها چیه یکی از آیات کونی از اون چیزی که در جهان میبینند درس نمیگیرند از اون چیزی که میشنوند درس نمیگیرند و زبانشان هم به حق جریان پیدا نمیکنه پس این صفات منافقین هست که چشم دارند اما از چشم استفاده نمیکنند گوش دارن اما درست استفاده نمی کنن. زبان دارن اما از زبانشون استفاده نمی کنن. وقتی که انسان از این استفاده نمی کنه مثل کسی است که اصلا نداره حالا درسی که از این آیات گرفته میشه قبل از این فهم لا اون معذرت میخوام که پس اونها بر نمی گردند. در ابتدای توضیح آیه هم گفتیم که فهم لا اون اینها الان دیگه بر نمی گردند. چون کر هست کور هست لالم هست گفتیم نه حرفی میشنوه نمیتونه بشنوه بهش میگن که نرو که جلو راه اشتباه داری میری و خودش هم نمیبینه و لال هم هست که تقاضای کمک کنه بگه که ایوه راه به من نشون بید من کجا دارم میرم هیچ کدام از اینها نداره منافق این گونه است که نه حرف حق میشنوه و نه حق میبینه نه راه راست میبینه و نه حق میشنوه و نه اینکه تقاضا میکنه به دیگران بگی که راه را به من نشون بدید خب یا این گونه است که انسان خودش راه را ببینه تشخیص بده یا اینکه دیگران از دیگران کمک بخواهد منافقین نه خودشون میتونن راه را تشخیص بدن و نه از دیگران تقاضا میکنن خود را بر ب... حق میدونن با اینکه باطل هستن اما بر این باطل خودشون اصرار میکنن و از هیچ هم تقاضا نمیکنن کسر شأن میدونن که بگه که من نمیدونم راه را به من نشون میدید میگه ما به شما راه نشون میدیم از درس هایی که میتونیم از این آیات 17 و 18 داشته باشیم اولا بلاغت قرآن هست قرآن میاد مساله های محسوس و مادی میزنه برای اینکه معانی که معقول هست و معنوی است بیشتر درک بشه. خداوند در اینجا مثال زدن که مثال منافقین مثل کسی است که آتشی روشن کرده در یک بیابونی در شب تاریکی. شما ف... شما الان فوری در ذهن خودتون تجسم میکنید. در یک بیابان تاریکی یکی آتشی روشن میکنه افرادی میان که بیان از این نور استفاده کنن. وقتی میان یه بار خاموش میشه و هیچی نمیتونن استفاده کنن و سرگردانتر میشن این یک مثال محسوس و مادی است شما فوری در ذهن خودتون اینو تخیل میکنید و تجسم میکنید این یک مثال مادی و محسوس هست خداوند این مثال مادی و محسوس رو زده در مورد منافقین که منافقین اینگونه هستن اسلام داره میدرخشد اینها میان از این اسلام میخوان استفاده کنند. اما چون ایمانی ندارند این نوری که اسلام در قلبها به وجود میاره این نور از بین میره جاش نیست مثل اینکه شما بیایید وقتی در صحرا هستید آتشی کردید میخواد خاموشش کنید خب شن روش میریزید خاک روش میریزید اینها میان این نوری که کلام میخواد روشن بشه خاک روش ریختند بنهانش کردند نوری نیست پس این مسائل منافقین هست خداوند در مورد این مسائل ها خیلی زیبا میفرمایند و تلک الامثال نضربها للناس و ما يعقلها الا العالمون این مسائل هایی است که ما برای مردم بیان میکنیم چه کسانی از اون درک میکنن چه کسانی میفهمن عالمون کسی که عالم هست میفهمه عقل داره اما اونهایی که جاهل هستند و صاحب عقل و درکی نیستن این مسئله براشون قابل فهم نیست دومین درس اینه که پاداش بر اساس عمل قلبی است قلب چی باشه همونطور که رسول الله فرمود که خداوند به ظاهر شما نگاه نمی کنه به قلب شما نگاه می کنه اینجا هم فرمودن که ذهب الله به نورهم اون نوری که در قلب بایستی بی به وجود بیاد از بین میره چون اونها فقط اومدن از ظاهر از آتش استفاده کنند از نور ظاهری استفاده کنند نور باطنی وقتی که نیست خاموش میشه سرگردان میشن ذهب الله به نوره نورشون از بین میبره خداوند پس پاداش بر اساس اون چیزی که در قلب هست نه اون چیزی که ظاهر هست ما درسته در زندگی اجتماعیمون بر اساس ظاهر حکم میکنیم شخص کارهای خوبی انجام میده میگن که خب انسان خوبی است اما نیت او این با خداست و خداوند در روز قیامت انسان ها را بر اساس نیاتشون بر اساس قلبشون پاداش میدهد نه بر اساس فقط ظاهر خب اشاره میشه وقتی ما تموم هست تا برنامه بعد همه ما در حفظ و پناه خدا فراموش نکنید به سایت علمی شبکه هم یه سری بزنید انتقادات شما پیشنهادات شما برنامه را پربارتر خواهد کرد تا درس دیگر همه ما همه ما در حفظ و پناه خدا به این امید که از نور قرآن استفاده کنیم و نور قرآن در قلبامون بتابت و از این نور هم محافظت کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته